آقا من میام اینجا و یه شو دیتابیسز میزنم، یه یوز دیجیکالا میزنیم، شو تیبلز میزنیم و همه این دستورات رو همه بلدن و من یه چیز دارم به نام دیسکرایب پرایس و بذار یه دونه پروداکت، نمیدونم داریم یا نه، داریم یه دونه پروداکت داریم، من یه دونه پروداکت میسازم، میام میگم کرییت تیبل پروداکت و آیدی و اینتو پرایمری کیو اوتو اینکریمنت. این دستوراتی بود که برای آیدی میومدیم میذاشت. دیگه چی میذاشتیم براش؟ همینا. یه تایتل براش میذارم، یه ورکره 100 کارکتری و یه نات نال و یه دونه کاونت میذارم، تعدادش نمیخواد، پرایس میذارم، یه قیمت میذارم براش، ایشون رو هم میذارم اینت و نات نال باشه، یه دونم پابلیش میذارم تاینی اینت باشه که دیفالتش باشه صفر و ایشون رو میبندم و تمامش میکنم. میره میگه اینجا سوتی دادی. بذار ببینیم چیه قضیه. تاینی اینت و دیفالت و صفر و جان. آره داره میگه پابلیش دیفالت لاین 3. نه اینجا یه سوتی دادیم. ور نوشتم، میبینید اشتباه نوشتم و یه آیدی داریم، یه ورکر رو اشتباه نوشتم و یه دینا میکشیم پایین تر، یه دارم پرایس بود و یه دونم پابلیش میزنیم و کوئری اوکی. یه دیسکرایب پروداکت و میاید اینجا و دیتاشو میبینید. میام شروع میکنم اینسرت اینتو پروداکت، اولیش تایتل، دومیش پرایس و سومیش پابلیش رو میذارم و ولیوز مثلا میگم آ 10 قیمت مثلا 10000 تومان و پابلیش هم 1 میذارم و سمی کالن، یه دونه اوکی، میام اینجا آ 20000 تومان، آ سی 30000 تومان، آ40 نداریم، نه درسته؟ حالا فرض کنم 40000 تومان و آ50 هم چه میدونم 50000 تومان و مثلا آ60 هم 60000 تومان و یه دارم آ70 بزنیم که تموم بشه و اشکال نداره، اصلا با پابلیشش کار نداره. میخوام یه چند تا تاور معرفی کنم و میام اینجا الان برمیگردم میگم select star from product میزنم، پرایس دارم و میخوام یه سری توابع رو یاد بگیریم توی دیتابیس که خیلی 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 پرکاربردن، یعنی توی فروشگاه ها، توی کارامون، حتی تو حسابداریامون میتونیم ازش استفاده بکنیم. توابع زیاد داره، من اسکیپ کردم روی سر توابعش، واقعا نخواستم درس بدم. حتی شما میتونید سینوس بهش درجه بدید، خروج سینوس رو بگید، کوسینوس بدید، چه میدونم تانژانت بدید، یعنی هر نوع توابع رو استاندارد دیویشن داره، واریانس داره، همه کار میتونید باش بخونید. ولی خب یه سری چیزاش واقعیت کاربرد نداره، ولی اینجا حالا اینجا اگه ببینیم مثلا هکس داره، اوکتا داره، واسه هشتایی باینری داره، اینا رو من نخواستم بگم و رد پریدم ازش. بریم ببینیم که مثلا اوریج چیکار میکنه. خب
نگاه کنید اینجا مثلا من یه پی یک دارم 1000 2000 3000 5000 اومدم گفتم اوریج پی دو رو بگید. یه تابعی داریم به نام اوریج، ورودی رو بهش میدی میگه از کدوم در واقع کجا از کدوم جدول برو این مقدار رو چیکار کن اوریج رو بگی. خب نگاه کن اوریجی که این که میشه یک هیچ، ولی اوریج این میتونم بیام بگم سلکت A, V, G اسم جدولش چیه؟ پرایس فرام پروداکت. دارم میگم برو اوریج یا میانگین جدول پرایس رو بگیم، میخوام ببینم میانگین محصولات من قیمتاش چقدره. مثلا من 100 تا محصول دارم توی وبسایتم، میخوام ببینم میانگین قیمتشون چقدر میشه. مثلا در میارم میشه ببینیم 20 میلیون تومان. خب دوزاری میفته آقا من 20 میلیون تومان چی دارم؟ میانگین در واقع فیچر یا ستون یا ایندکس پرایس منظورم بود، جدول پروداکت. ور میذاریم یا ور بیتوین میذاریم یا آی میذارم، میگه 40000 تومان میشه میانگین پرایسه. حالا تو خودت میخوای ببین دستور رو یاد میگیری که خودت وقت درون نکنی دیگه، وقت نذاری که بشینی بگی خب اوکی من بشینم 1000 تومان 2000 تومان اینجا برداری هی ماشین حساب بزن. دستور رو یاد میگیری، تابع هستش که تابع رو بهش بدین کار رو برات انجام بده. الان ایشون اوریجش رو ما براش گرفتیم، همینجور که اوریج داره اگر بیایید پایین کاونت هم داره. کاونت چیکار میکنه؟ تعداد در واقع رکوردها رو برمیگه. این خیلی خوبه، مثلا شما یه دفعه میری تو یه شرکتی برمیگرده میگه برو تعداد کاربرهای من رو در بیار، یا برو تعداد کاربرهایی که اکتیف شدن رو در بیار. تعداد کاربرهایی که اکتیف شدن یعنی بعد برگردم بگم select count user from مثلا users ور جایی که اکتیو مساوی با یکی، یعنی بره تمام یوزرهایی که یک شدن رو تعدادش رو برگرده. برمیگرده میگه آقا تو 10000 تا ثبت نامی داری ولی 1000 نفرشون اکتیو هست، 9000 تاشون چیه؟ غیر اکتیو. چیکار بکنیم؟ بیا ایمیل بزنیم بهشون، ایمیل بزن، اسمس بزن، بگو آقا بیا. یه بالاخره این چیزهای تکنیکای بازاری ها کاری نداره. آره که بیاد اکتیف کنه، بیاد ببینه ببینه چه خبره. بالاخره شما مارکتینگ هم یه جایی بالاخره کارت خودت فکر کنی در بیاری دیگه، همه که نمه داری بیرون استخدام کنی پول بدی که. میام اینجا حالا کانت رو میزنیم، میام اینجا برمیگردم میگم آقا بیا و برو کانت مثلا آیدی رو بزن. از طریق آیدی ما بفهمیم چند تا دیتا داریم. برمیگردم میگه تو 7 رکورد داری. چند تا رکورد دارم؟ 7 تا. گزینه بعدی ما دستوری داریم به نام سام. سام به چه دردم میخوام؟ آقا میخوام ببینم چقدر پول جنس گذاشتم توی وبسایتم و میخوام جمع پروداکت ها محصولاتم رو در بیارم. میام اینجا میذارم میگه 28000 تومان شما پول داری، در واقع پول اجناسته. اوکی 280000 تومان ببخشید 40000 تومان میانگینش بود، 280000 تومان جمع در واقع جنسات بود. حالا یکی به من برمیگرده میگه آقا برو ببین بالاترین قیمت جنست چیه. میذارم اینجا بهم داره برمیگرده میگه چقدر؟ 70000. خب حالا میام اینجا میگه برو ببین مینیمومش چقدره، میگه 10000 تومان. یعنی شما میتونید اینجا ماکسیموم محصولت رو در بیاری و مینیموم محصولت رو هم در بیاری. استاندارد دیویشن واریانس اینا که به درتون نمیخوره، اینا بیشتر بحث ریاضیات و آمار احتمال هستش. حالا میخواستم بگم ولی خب بیخیال، میریم سراغ مهمترین قسمت درستون به نام ریلیشن.